مسعود رجوی، 8 آبان 1401. وقت اذانی است که هنگامه خشم است. پیام به دانشجویان انقلابی و شورشگر در سراسر کشور: خامنه‌ای و سپاه و بسیج و لباس شخصی و اطلاعات بدنامش دیشب و امروز بی‌دریغ و بدون کمترین ملاحظه و مراعات بر تنهای بی سپر شما تیغ و تبر کشیدند. با شلیک گاز و گلوله در داخل دانشگاه ها و از نزدیک و حتی رو در رو مانند دانشگاه آزاد تهران واحد شمال، در آرایش جدید دشمن در برابر دانشجویان پیشتاز در خط مقدم، بسیجی های دانشگاه با پرچم خرچنگ نشان بلندگو به دست به مأموریت لجن پراکنی پرداختند و آنگاه همراه با اطلاعاتی ها و لباس شخصی ها به ضرب حتی الموت زدن تا حد مرگ روی آوردند. کاش تصاویر ضرب و شتم دختران دانشجو در دانشکده فنی سنندج را همه ببینند تا نمونه ای از طرز رفتار وحوش ولایت که در همه دانشگاه ها جریان دارد رؤیت شود. همزمان در ابعاد کلان پیامک های احضار دانشجویان به اطلاعات برای تهدید و دستگیری و ناپدید شدن با احکام اخراج از دانشگاه و خوابگاه به راه افتاده است تا دانشجویان از پا درآیند و دانشگاه تسلیم شود. دیروز سرکرده سپاه دشمن در شیراز به جوانان میهن اخطار می‌داد که شرارت را کنار بگذارید، امروز روز پایان اختشاشات است، دیگر به خیابان نیایید، و می گفت نظام بیش از این تحمل ندارد. به زعم خودش می خواهد از طریق حکومت نظامی با محوریت سپاه و سایر نیروها و اشرار مسلح تحت امر به قائله پایان دهد. آنقدر که همه نفرات و کادرهای ستادی و پشتیبانی و اطلاعات نیروهای زمینی و هوایی و دریایی را هم وارد کرده است. اما شما تا ظهر یک شنبه در 38 دانشگاه در سراسر میهن در خیزش عظیم خود به بهترین صورت جواب دادید که کار از این چیزها گذشته. شاخ و شانه کشیدن، تهدید و گاز و گلوله دیگر اثر ندارد. در ایران انقلابی بزرگ برپاست. قیام سر باز ایستادن ندارد و تا برکندن بنای کاخ دشمن پیش می رود و بهای آن را هم می داند و می پردازد. دشمن زبون در بنبست و استیصال دست و پا می زند. اگر سرکوب نکند، طوفان قیام و انقلاب بالا می گیرد. اگر به سرکوب حد اکثری رو بیاورد، شعله های آتش جواب آتش فروزان می شود و تومار ولایت را در هم می پیچد. این همان سرنوشت مختوم شاه و دیکتاتوری سلطنتی در مرحله پایانی است که حتی آوردن تانک و تیربار به خیابانها اثر نکرد. رژیم شقه و ریزش بسیار در پیش دارد. به خامنه ای میگویم تا دیر نشده تسلیم اراده خلق شود و رخت بربندد.
از کرسی ولایت پایین خزیده و مثل شاه اذعان کند که صدای انقلاب ملت را شنیده است. دست مریزاد که دانشجویان پیشتاز ابو ریحان در تهران پیام را به رساترین صورت به خلق اسیر رساندند. وقت عزا نیست که هنگامه خشم است.